اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا در نظر دارد تا سایت های جدید مخابراتی را در کشور گسترش دهد. از همین رو با گفته مسئولان در این نهاد قرار است در سراسر کشور 450 سایت جدید ایجاد شود که از این میان تا کنون 90 سایت به داوطلبی گذاشته شده است و برای ساخت 33 سایت هم شرکت های برنده مشخص شده است. سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که هنوز در ارائه خدمات معیاری مخابراتی و اینترنتی مشکلات وجود دارد و آنان تلاش میکنند این خدمات با معیارهای جهانی برابر شود. مدیر ضعیف ده، هواد مدیر پسمانده فاته ده، لحاظه لگت خدمات دست نخ کاره کیگی تر سو پوری چه دیر خدماتونی شی او خلق ارچا تا دخبل برخ موافق خدمات و نرسیگی، نو یقینا من بابای داغ وقت پوری کوشش وکو چه خلق راضی کو خو په هغه وخت کې راضی کېدی شي چې پوره خدمات ورته ورسو. شرکت افغان بی سیم 19 سایت در 18 ولسوالی در 7 ولایت، دویم شرکت ام تین برای 14 سایت در 7 ولسوالی در 3 ولایت. قرار است شرکت مخابراتی افغان بی سیم 19 سایت جدید در 7 ولایت و شرکت MTN در 3 ولایت سایت جدید ایجاد کند. مسئولان شرکت مخابراتی افغان بی سیم میگویند که متعهد به عرضه خدمات مخابراتی و اینترنتی در مناطق هستند که تاکنون آنجا خدمات مخابراتی وجود ندارد و آنان تلاش میکنند تا این خدمات به شکل متوازن صورت گیرد. متوازن انکشاف ته سرمایه گذاری ته افغانستان کې متحدی او د می وعده ده ان شاء الله او اکثر د اترا همکاران ته معلومات شته چې ډیر ولر پرتی سینو ته کوي د هم د خلکو سره تعهد ده. بله نو خالشته مخ کې جناب وزیر سی بمرته اشاره وکړه په خوب باندې کار روان ده چې د کیفیت په برخه کې بهبود راشي. ترین شکل سره خپل مخابراتي خدمتونه وړاندې کوي خپل هوادوالو ته. همدار از منګه په دغه لسمې پروژې مو اړوند کوم 14 سایټونه هغه مخکې موږ امضا کړي وو، اوس د یو دوه د همغې اړوند دوه سایټونه نور پاتې وو چې هغه هم اوس موږ برنده اعلان شو. اکثر این سایت ها در ولایت های نورستان، میدان وردک، پکتیا و دو سایت دیگر در شهرهای کابل جلال آباد ساخته خواهد شد. با این حال شبکه مخابراتی افغان بی سیم در میان شبکه های مخابراتی تنها شبکه است که ساحه تحت پوششان بیشتر است و اخیراً در واخان بدخشان هم عرضه خدمات مخابراتی را آغاز کرده است.